خصوص 50مین سالگرد تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 1344 خورشیدی در ایران که به دلیل اهمیت و نقش سازنده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چه در تربیت نسل‌های بعدی و چه در حفظ و ارائه خط روشنفکری و خط نواندیشی در هنر، فرهنگ و بسیاری از آموزه‌های ویژه برای کودکان که آینده ایران رو رقم زده و هنوز هم می‌زنند بسیار حائز اهمیت بوده و هست. قصد ما از بازخوانی این پرونده نگاهی به عملکرد و جایگاه ویژه توجه به نسل‌های آینده برای احیای دموکراسی، سکولاریسم و در فراخور اون برای عبور از بحران هویتی است که متاسفانه در سالهای گذشته به دلیل توجه بیش از اندازه به مسائل مذهبی در ایران موجب شده تا بسیاری از نکات و البته المان‌های مهم و ارزشمند فرهنگی و ملی ما در حاشیه و در سایه برخی دیگر از خواستگاه‌های یک حکومت ایدئولوژیک قرار بگیرد. بازخوانی پرونده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان احترام به تمام کسانی است که یا روزگاری در کانون فعالیت کردند یا در کتابخانه ها یا مراکز آفرینش های هنری کانون بارها و بارها درس عشق، هنر و البته زندگی در پناه هویت ملی گرفتند. با اینکه گفته میشه در سالهای بعد از انقلاب تغییراتی بنیادین در ساختار نهاد سازمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این کانون رو تا به امروز حفظ کرده و بسیاری از کتابهای ارائه شده به مجموعه کتابخانه های این کانون حالا کتابهایی با خط فکر نزدیک به خواستگاه رهبران سیاسی در جمهوری اسلامی است، اما چنین نهادی به دلیل پشتوانه و روح جمعی پایه‌گذاران اون، خصوصا کسانی که در احیای این نهاد در قبل از انقلاب و تبدیل اون به یکی از مهمترین داشته‌های فرهنگی ایران که به صورت یک ایده فرهنگی صادراتی درآمد و از ایران به دیگر نقاط جهان نیز تسری پیدا کرد و نمونه‌هایی از آن برای دیگر مردم دنیا در اقصی نقاط جهان نیز مورد استفاده قرار گرفت، به قدری محکم و جدی پای گذاشته شده که علی‌رغم 37 سال استمرار یک حکومت ایدئولوژیک هنوز کانون در تربیت نسل‌هایی که با فرهنگ ملی و البته هنر آشنایی بیشتر و بهتر دارند بسیار مؤثر بوده. و اگر باور داشته باشیم که رهبران و سردمداران حکومت‌های استبدادی، خصوصاً رهبران مذهب‌گرای جمهوری اسلامی، بیش از اینکه از ارتش‌های تا دندان مسلح حراس داشته باشند، از جوانان هنرمند و اهل شعر، نوشتن، موسیقی، هنر و حتی طراحی مد و فشن می‌ترسند، به هیچ ترتیبی متوجه می‌شیم که بذری که روزگاری لیلی امیرارجمند، شهبانو فرح پهلوی و تنی چند از نواندیشان و خردمندان ایران با عشق کاشتند، حالا به ثمر رسیده و نسلی از بهترین سربازان وطن پرست ایران رو تربیت کرده. اونها که در جبهه‌های جنگ 8 ساله بین جمهوری اسلامی و عراق در مقابل ارتش صدام ایستادند، از کیان ایران دفاع کردند و بسیاری دانش آموخته همون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بودند، که حالا این روزها جوانانی که با صدای بلند توسعه مدنی، آزادی‌های سیاسی و رسیدن به حق برابر در جامعه رو برای خودشون مفروض می‌دونند و اونها هم کسانی هستند که یا مستقیما در کانون‌ها درس خوندند یا از استادانی استفاده کردند که خود در کانون پرورش یافتند. در این برنامه حسین سماکار از مدیران ارشد پیشین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کسی که به مرد شماره دوم کانون شهرت داشت و بعد از لیلی امیرارجمند مدیرعامل این کانون، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های کانون مختص به حضور او و با حمایت و پشتیبانی او انجام شد و در بسیاری از طرح‌های کانون نقش سازنده و مدیریتی بسیار گسترده‌ای را اجرا کرد و برای 13 سال در پست‌های مختلف موجب ترقی و رشد کانون شد رو به این برنامه دعوت کردیم تا با او که از جنوب کالیفرنیا و در شهر اورنج کانتی سکونت داره بیشتر و بهتر مرور کنیم پرونده تولید،
و راه اندازی کانون، تولید ایده و راه اندازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و اینکه چگونه کتابخانه‌های کودکان در ایران که قرار بود طرح اولیه این کار باشه به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تبدیل شد. با من و حسین سماکار از مدیران ارشد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا پیش از وقوع انقلاب زمستان 1357 خورشیدی در ایران تا دقایق دیگر همراه باشید. آقای سماکار عزیز، عرض احترام من رو بپذیرید. میدونم امروز طوفانی در راه هست و منطقه‌ای که شما درش زندگی میکنید هم متاثر از این طوفان، و امیدوارم سلامتی و آرامش همچنان همگام زندگی شما باشه. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و بینندگان عزیز تلویزیون شما. ما از این طوفان ها زیاد دیدیم قربون. آقای سماکار، خوشحالم که باب آشنایی من و شما به واسطه سرکار خانم لیلی امیرارجمند، مدیر عامل و مبتکر ایده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان احیا شد و بایستی این جمله را از ایشون نقل کنم که وقتی با ایشون به گفتگو نشستم در زمانی که مترصد انجام کارها بودیم، بارها نام شما را آوردن و گفتند که حسین سماکار یکی از تأثیرگذارترین چهره هایی است که در تمام طول دوران مدیریت ایشون از آغاز راه، از روز نخست راه تا زمانی که مجبور به ترک وطن شدن، صادقانه و با همه وجود به کانون پرورش و توسعه اون خدمت کرده. من برمیگردونم این حرف خانم امیر ارجمند رو به خود شما. شما چه کردید که بانوی مانند خانم امیر ارجمند تا به این اندازه هنوز یاد میکنه از زحمات شما؟ این البته نشانه محبت ایشون و لطفیست که به من دارن. من هم مثل تمام کارکنان کانون سعی کردم تمام انرژی و وقتم رو در کاری که دوست داشتم و به معنی واقع بهش ایمان داشتم بذارم. من کار خاصی من نکردم و یک کار جمعی رو ما با هم پیش بردیم. آقای سماکار عزیز، نکته اصلی رو اگر بخوایم در ابتدای بحثمون بگذاریم، ایده کانون هست. در سالهای اخیر برخی ها آمدند و خصوصاً بعد از مصاحبه‌ای که ما با شهبانو فرح پهلوی داشتیم، برخی سایت‌های اینترنتی حتی با نقد برخی هم مسائل گفتند که ایده کانون یک ایده‌ای بوده که به وسیله گروهی از روشنفکران بنا نهاده شد، در حالی که شهبانو معتقدند که این ایده برآمده از ذهن خلاق خانم امیرارجمند و بعد از تحصیل ایشون در ایالات متحده آمریکا در رشته کتابداری است که تصمیم می‌گیرند این زمینه‌ها را فراهم کنند. خانم امیرارجمند هم اشاره کردند اونچه که ایده کانون رو در ذهن او به وجود آورده، راهنمایی‌های یکی از استادانش در دوران تحصیل در دانشگاهه که چنین ایده خلاقانه ای رو ایجاد کرده. روایت شما رو از تأسیس کانون و ایده تأسیس کانون بشنویم. چه سهمی چه کسی در این پروژه داره؟ تا اونجایی که من اطلاع دارم، اون آقایون یا خانم‌هایی که میگن بعداً تحت تأثیر تفکرات آنها شکل گرفت کانون، اصلا وجود نداشتن در ابتدای کار که تفکری داشته باشن و تأثیر گذار باشه کارشون. این همونطور که خانم امیرارجمند اولی حضرت فرمودن، یک صحبتی بود بین ایشون و اولی حضرت که ضرورت یک کتابخانه کودکان رو یادآوری کردند و ایشون هم اولی حضرت هم تایید فرمودن و حمایت کردن که این کار انجام بشه و انجام شد. یعنی در حقیقت این ایده ای بود که خانم امیرارجمند ارائه کردند و این کار شروع شد، درسته؟ بله، همینطوره که با توجه به روزهای اول، اگر برگردیم به همون زمانی که در سال 1344 کانون تأسیس شد، کانون اگر اشتباه نکنم رسما در 17 دیماه 1344 تأسیس میشه، اما از چند ماه قبل شما فعالیت‌هایی رو شروع میکنین.
چه شد که شما دعوت شدید به وسیله خانم امیر ارجمند و نخستین هفته یا به عبارت نخستین ماهای کانون تا پیش از عید سال 1345 رو اگر برامون توصیف کنید و از اون ایام برامون بگید من خوشحال میشم، چون میدونم این ایام ایام بسیار تاثیرگذاری در آینده کانونه. بله، در آذر ماه 1344 عملا کانون شکل گرفت، یعنی از نظر مقدمات کار فراهم شده بود، اساسنامه تهیه شده بود و بعد یک ساختمان، یک آپارتمان میتونم بگم، دو اتاقه رو بالای یک لباسشویی اجاره کردیم به مبلغ 1100 تومان در ماه، که این اول خیابون برزنده در تقاطع خیابون بهار بود. خیابون برزنده بود، خیابون جنوبی امجدیه بود اگه خاطرتون باشه، و در این به اصطلاح یونیت دو اتاق خوابه یک اتاق بزرگتری بود، مثلا سالن پذیرایی است معمولا در خونه ها، که اون رو کردیم کتابخونه مرجع، و اون دو تا اتاق هم یکیش خانم امیر ارجمند میشستن، یکیش رو هم من میشستم. البته خانم هما زاهدی هم تشریف داشتن، میومدن نه هر روز ولی بعضی روزها چند ساعتی که ایشون هم در همون اتاق خانم امیر ارجمند بودن، و یک آقایی که کارهای ماشین نویسی فیشهای کتاب رو انجام میداد هم که از درون دفتر ترجمه نشر کتاب مأمور شده بود طرف آقای یاشفر، اونم میومد اونجا مینشست و بعد از ظهرها یک دو ساعت این فیش ها رو تایپ میکرد. بعد یک مستخدمی هم داشتیم و همین که کانون جوری شکل گرفت در این دو تا اتاق و یک سالن، که ماه بعد هم خانم شادربان، خانم آذر شهابی سبقتی به ما پیوستن و از آموزش پرورش اومدن اونجا، که بعدا دیگه کارشون در آموزش پرورش سالهای بعد البته کنار گذاشتن و مستقلن شدن کارمند کانون پرورش، و ایشون بعدا شدن مدیر امور کتابخانه های کانون. آقای سماکار، بودجه کانون در همون سال زمانی که شما رفتید و آپارتمان اولیه رو در خیابان بهار تهران گرفتی، در خیابان برزنده، بودجه اولیه کانون از کجا تامین میشد؟ اساسا بودجه کانون چگونه تامین میشد و در نخستین قدم بودجه کانون چگونه تامین میشد؟ اولین بودجه کانون در سال 1344 10,000 تومان. 10,000 تومان؟ 10,000 تومان. الان یک کتاب کودک قیمتش در تهران از 10,000 تومان بیشتره. بله، این بودجه بود که اولیا حضرت طریق دفترشون به ما دادند و این چک رو هم ما رفتیم نقد کردیم. 5,000 تومانش رو من برداشتم، 5,000 تومانش رو خانم امیر ارجمند، و قرار شد اینو خرج کنیم تا ببینیم به کجا میرسه. خب من همون ابتدا رفتم یکی از این دفترچه های جیبی کوچک که معمولا نوت می نویسن روش گرفتم و تمام خرج هایی که می کردم از اون 5,000 تومان توی اون دفترچه نوشتم، تا اینکه این پول تموم شد تقریبا آخر سال دیگه، حقوق مستخدم و اینا و چیزایی که باید می‌خریدیم، مثلا دو تا گلیم خریدیم برای اتاق و اینا، و حقوق من، حقوق خانم امیر ارجمند، به هر حال بر مقدار کتاب طبعا تموم شد. من رفتم پیش خانم امیر ارجمند و گفتم که خب پول من تموم شد. ایشون گفتن پول من هم تموم شد. من گفتم خب من اینا رو یادداشت کردن که توی این کتاب چه کنم. همون لحظه گفتن خب از این به بعد دیگه اصلا کارهای مالی همه چی دست تو، و خب من هیچ سابقه از حسابداری و امور مالی ها نداشتم. من دانشجوی سال سوم دانشکده هنرهای دراماتیک بودم در اون در آن زمان. به هر حال بعدها البته شاید مثلا سال بعد رئیس حسابداری بانک ملی که فکر میکنم فوت کرده باشن، آقای نقیبی، از طرف آقای خوشکیش مدیر کل بانک ملی
مسئول شد، مأمور شدن که هر روز بدون استثناء هر روز 2 ساعت میومدن بعد از ظهرها که از بانک تعطیل میشدن قانون، و اونجا من حسابداری یاد میدم. آیا هنوز در این ایام شما در همون خیابان ورزنده و تقاطع بهار بودین؟ ورزنده هستیم و سال بعد این رقم بودجه غیر از بودجه ای که برای کتابخانه مرکزی قانون یا شماره یک قانون که در پارک فرح در دست ساخته ما بود که بودجهش مستقیما از طرف دفتر اولیاء حضرت میدادن، بودجه کل خود قانون در حدود 100 هزار تومان به 10 برابر افزایش پیدا کرد، یعنی بعد سال بعد و سال بعد از اون باز 10 برابر شد به 1 میلیون تومان رسید، یعنی رقم بالا رفته بود. البته شرکت نفت در سال یه مقدار کمک کرد به ما و دفتر اولیاء حضرت همچنان، ولی خب این کافی نبود دیگه، با اون برنامه هایی که در دست بود نمیشد انجامش داد. این بود که از سال 47 بودجه کانون رفت در بودجه دولت، یک ردیف بودجه گرفتیم و بنده از مأمور نوشتن بودجه و برنامه ریزی برای اون سال شد که بعدا تا آخرین روز هم ادامه داشت و بودجه نوشتیم و به سازمان برنامه بردم. خیلی کارشناس های سازمان برنامه خیلی به من کمک کردن، به خصوص من فکر کنم این دین رو دارم به آقای فرامرز فروزنده که اونجا بودن و دوست عزیزی هستن برای من، خیلی کمک کردن من در اصطلاح کار کردن با سازمان برنامه بودجه و نوشتن بودجه های برنامه ریزی. البته این نکته هم بگم، من همون سال یکی دو سال بعدش من در دفتر آقای راسخ که معاون سازمان برنامه بودجه بودن، دکتر شاپور راسخ منظورم هست، یک جزوه ای بهشون دادم، من PPBS Planning Programming Budgeting System که این بودجه در امریکا به اصطلاح تجربه شده بود، در ابتدا مثل اینکه در ارتش و بعد در AT&T شاید و بعد به هر حال کار کرده بود، خیلی خوب کار کرده. و من تو اتاقشون که بودم با دست اشاره کردن روی میز به یه جزوه کوچکی که من چون پای تلفن بودن من اون جزوه رو برداشتم و نگاه کردم، بعد که تلفن تموم شد از من پرسیدن خب به نظر چطور، گفتم اینکه همش نخوندم در این چند دقیقه، ولی به نظر من جالبه، گفت خب ببریم ببین، چون میدونستم بودجه کانون نمیستم این رو ببین ازش استفاده کنیم، که این کار رو من کردم و شاید کانون اولین مؤسسه بود در ایران که بودجهش رو بر اساس همون سیستم PPBS نوشت. و به خاطر دارم خوب که در بازدیدی که اعلی حضرت از کانون کردن در سال 50 فکر میکنم بله، من این بودجه رو به صورت گراف های مغناطیسی خیلی زیبایی روی دیوار اتاقم داشتم. وقتی تشریف بردم تو، اولین چیزی که توجهشون رو جلب کرد اون گرافی بود که روی دیوار نگاه کردن و از من پرسیدن که این PPBS نیست. گفتم چرا؟ بلافاصله گفتن شما کجا درس خوندی؟ گفتم من سینما خوندم در دانشکده هنرهای دراماتیک. در حال بعد گفتم پس این رو از کجا میدونی؟ داستانش رو گفتم خدمتشون و بعد ایشون با آقای مجیدی حالا همون که اونجا بودن فرمودن که پس چرا میگیم نداریم کسی که این کار رو بتونه بکنه. در حال این داستان اصلا بودجه نویسی ما شد در کانون و اون بودجه 10 هزار تومانی، آخرین بودجه ای که من نوشتم 500 میلیون تومان، یعنی در کمتر از 13 سال. البته فرصت مخترمی خواهد بود که در سالهای 5-6 سال پایانی رو بیشتر ورق بزنیم، اما در سال 1344 خورشیدی، عملا از سال 1345 باید بگیم، فعالیت کانون به طور مستمر و روتین شروع میشه. این مؤسسه در کمتر از 5 سال به چنان مؤسسه معتبری در زمینه کودک تبدیل میشه که پادشاه وقت ایران
در یکی از بازدیدهای تاریخی خودش به گواه شاهدی نیمانند خانم امیر ارجمند خود شما بیش از 4 ساعت وقت خودش رو مصروف بازدید از دفتر مرکزی این سازمان میکنه، در حالی که خیلی ها میگن بازدیدهای شاه همیشه بازدیدهای سریع و خیلی گذرایی بوده، ولی با دقت و در تمام اتاقها حضور پیدا میکنه، با کارمندان از نزدیک آشنا میشه. چه اتفاقی در طول این 4-5 سال میفته که تا به این اندازه برای پادشاه وقت یک کشور چنین مرکزی با دارای اهمیت و جایگاهی که با این دقت به بررسی ارکان اون میپردازه؟ من اگر جرأت داشته باشم بگم، میتونم بگم که کانون بعد از افتخارات به اصطلاح ادبی و فرهنگی که در دوران قبل داشته، کانون در این دوران اخیر آبروی فرهنگی کانون ایران بودم من. به این معنی که کتاب‌هایی که کانون می‌نوشت و فیلم‌هایی که در این مدت کوتاه تهیه کرده بود در دنیا چنان صدا کرد که به جرأت میتونم بگم تقریبا تمام جوایز اول فستیوال ها، بینر ها، نمایشگاه های کتاب، فستیوال های فیلم اینا رو درو کرده است و سرصدای خیلی زیادی ایجاد کرد که توجه روشنفکران و کسانی که علاقه‌مند به فرهنگ و هنر در دنیا بودن به کانون جذب، و همین شاید اعتباری میداد که علاحضرت هم توجه بیشتری بکنن. آقای سماکار، کانون قرار بود مجموعه کتابخانه های کودکان باشه، یعنی با این طرح اولیه شما کار رو شروع کردید. چه اتفاقی میفته که کانون از کتابخانه کودک تبدیل به یک مرکز پرورش فکری و آفرینش هنری میشه و به صورت بسیار گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف فرهنگی، هنری و البته کتاب فعالیت خودش رو ادامه میده؟ اون نقطه عطف کجاست؟ وقتی در خلال گفتگو صحبت میکنیم شما نام کسی مانند سرکار خانم هما زاهدی رو آوردید یا به مدیران بنگاه نشر اشاره کردید، آیا این افراد تأثیر داشتن یا نه؟ این رویدادی که اینجا رخ میده این برای من یه حلقه گم شده است. این وسط خیلی ها معتقدن که خب ما کانون رو کانون کردیم. آیا واقعا این نکته رو من میخوام شما که تو دل کار بودید بیشتر مسئله رو بشکافید که من و نسل من هم بدونیم که چه اتفاقی اونجا افتاده؟ ببینید، نویسندگان میگن که وقتی یک کتابی رو شروع میکنن در ابتدا اونها شروع میکنن، ولی بعداً کتاب خودش رو تموم میکنه یا داستان خودش رو تموم میکنه. این اتفاقات در کانون یک شبه اتفاق نیفتاد، این تغییر و تبدیل. در ابتدا خب کتابخانه بود و در کنار کتاب طبیعی است که فکر میشد که چه عوامل دیگری میتواند در رشد فکری کودکان و نوجوانان مؤثر واقع بشه. خب طبیعی است که سینما یکی از اونها بود، یعنی فیلم یکی بود، تئاتر بود، اینا همه، و به تدریج یکی یکی اینها، مثلا برای راه اندازی سینما در کانون سیرک مسکو رو دعوت کردیم به ایران و از محل درآمدی که این داشت وسایل فیلم برداری و میز مونتاژ و این داستان ها خریدیم که مرکز سینمای کانون راه بیفت و راه افتاد. بعد که این فیلم ها رو کم ساختیم به تدریج، خب بعد اینا در کتابخونه ها نمایش داده می شود. برای چی ساختیم ما اینا رو؟ فقط برای فستیوال که نبود، اینها رو به کتابخونه ها می فرستادیم. ایده کارشون این بود که این فیلم ببرن یا فیلم ها رو ببرن، در فقط کتاب فیلم های خود کانون هم نه، هر فیلمی که مثلا در فستیوال ها شرکت می کرد و ما می تونستیم داشته باشیمشون، در کتابخانه ها نمایش داده می شود. حتی در کتابخانه های روستایی و عشایری این فیلم ها رو نمایش می دادن. یعنی با جیپ و اینها که می رفتن یه دستگاه نمایش فیلم رو می بردن با پرده و اینها، و در دهات و عشایر برای بچه ها که البته بزرگ سالان هم ملحق می شدن به اونها موقع نمایش نشان می دادن. به این ترتیب بود و بعد بلافاصله مثلا فکر تئاتر به وجود اومد که از کارشناس تئاتر آقای دانلافون
دعوت شد و آمدم که در کنار ایشون آقای مفید هم بودن، اردوان مفید، و البته از نمایشنامه های زنده یاد بیژن مفید هم زیاد استفاده شد برای بچه ها، بعد نمایش داده شد. حالا وقتی که سینما به وجود اومده، فیلم رو نمایش میدیم، این فکر به وجود اومد که خب چرا این فیلمسازی به خود بچه ها یاد ندیم؟ خب حالا یه مرکز آموزش فیلمسازی به بچه ها به وجود اومد. ببینید اینا پشت سر هم مثل دونه های زنجیر یک به یک اومد و به هم وصل شد. آموزش تئاتر اومد بلافاصله در کتابخونه ها، حالا موسیقی به وجود اومد. از یه طرف موسیقی تولیدش برای بچه ها، بعد آموزش بچه ها برای موسیقی. خانم قرشی داغی یادشون بخیر باشه، ایشون با سیستم کار اورف این آموزش موسیقی در کتابخونه کارون شروع کردن و چه پیشرفت خوبی داشت. حالا نکات دیگری بود، ما باید با موسیقی سنتی خودمون هم آشنا می شدیم، فقط اون نبود. از این طرف آقای احمدرضا احمدی یادش بخیر، ایشون مسئول مثلا شروع کردن به کار به اصطلاح معرفی موسیقی کلاسیک ایران، و من فکر کنم یکی از بهترین مجموعه هایی که برای معرفی دستگاه های موسیقی سنتی ایران تولید شد کاری بود که در کانون انجام شد و اختیار بچه ها رو شد. همزمان با اون صدای شاعران بود که شاعران مختلف شعرهای خودشون رو میخوندن یا شعر اشخاص دیگری رو، مثلا به خاطر دارم خوب مرحوم شاملو غیر از شعرهای خودش یک کاستی هم در باز حافظ و یکی از رودکی به صلاح خوند برای کانون که ضبط شد و پخش شد و کارهای دیگه البته و شاعران دیگه و کارهاشون، یا نویسندگان اینهایی خب در کانون بودن، به وجود اومدن و کتاب نوشتن. به طبع اون میدونید یه شانسی که اینجا آورد، کانون توجه ناشران خارج از کانون بود که اینها وقتی دیدن کتابهای کودکان با چنین استقبالی روبرو میشه، دست بردن به انتشار کتابهای مخصوص کودکان و بسیار کتابهای نفیسی، چون میدونید کتابهای کانون بسیار نفیس و زیباست، روی کاغذ کاهی چاپ نشده، ترغیب میکرد بچه ها رو. خیلی مهم بود این قضیه. ناشران شروع کردن به چاپ این کتاب ها و البته اولین و بهترین مشتری اینها کانون بود که در هر اگر کتاب تصویب میشد در شورای به اصطلاح خرید کتاب که در کانون داشتیم، که گروهی از دستاندرکاران کانون این کار را انجام میدادن، اگر تصویب میشد و به تایید میرسید توسط خانم ارجمند، به میزان شاید بود در دسته اول 2000 تا 3000 تا 4000 نسخه از این خریداری میشد. و خب این رقم خرید کتاب یک باره از یک ناشر، میدونید که چه تأثیری داره. شما قطعا این نکته رو من بعد همینجا به گفته شما اضافه کنم که همین امروز میانگین تیراژ کتاب در ایران در زمینه کتاب کودک کمتر از 1000 نسخه است، و وقتی که چیز در حدود 45 سال 50 سال پیش کتابی در تیراژ 2000 تا از طرف یک نهاد فرهنگی از یک ناشر خریده می شده، قطعا اون صنعت بایستی رونق بیشتر و بهتر پیدا می کرده. آقای سرماکار، حالا که من صحبت شما رو منقطع کردم، اجازه بدید که نکات بسیار مهم دیگری مونده، 20 دقیقه هم تا پایان گفتگو بیشتر وقت نداریم. تعاملی آیا بین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و نهادهای بین المللی مانند یونیسف، صندوق کودکان ملل متحد یا یونسکو، سازمان فرهنگی ملل متحد، آیا تعاملی بین این نهادها و کانون وجود داشت اساسا یا خیر؟ به طور مستقیم خیر، اما ما به هر حال اون چیزی که یونیسف در مورد کودکان به خصوص اعلام میکرد، اینها ما به بهترین شکل ممکن انجامش میدادیم و در اختیار بچه ها میذاشتیم. به صحبت قبلی من یه نکته رو اضافه کنم، در مورد تیراژ کتاب فقط همون 2000 نبود،
این کتاب ها مصرف می شد در کتابخانه ها، بعد از مدتی از حیز انتفاع می افتاد و ما باید دوباره می خریدیم این کتاب ها رو. از یک کتاب ممکنه ما شاید 5-6 هزار تا شاید بیشتر خریداری می کردیم. کتاب های خود کانون هم در کتابخانه های کانون مصرف داشت که ما می فرستیم اونجا برای بچه ها، همین که می آمدن می خریدن، پدر مادر رو این کتاب ها می خریدن برای خودشون نگه می داشتن تو خونه. و تیراژ مثلا حالا از یک مورد کتاب مایسی ها کوچولو که تیراژش از 150 هزار گذشت، 150 هزار نسخه، کتاب های دیگه ما تمام در مرحله اول 10 هزار نسخه و بعد در 10 هزار نسخه یا 5 هزار نسخه تجدید چاپ می شد و اغلب کتاب ها بالای 30 تا 40 هزار نسخه منتشر شد. بله، در مورد یونیسف صحبت میکردید و تأثیری که این کارهایی که یونیسف پیشنهاد میکرده رو هم شما مستقیما اجرا میکردین در کانون، درسته؟ بله بله. یعنی در واقع یک سازمان بروز در حال توسعه و بروز مطابق با استانداردهایی که سازمان ملل متحد و صندوق ویژه کودکان ملل متحد داره در مورد کودکان فعالیت میکنه. دقیقا. بسیار عالی. آقای سماکار عزیز، یکی از المان‌های بسیار معروف در کانون مرغ کانون هست، نماد این سازمان که با خط خوش نستعلیق کنار اون هم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نوشته شده. میشه خواهش کنم در مورد این نماد بیشتر صحبت کنید؟ قطعا شما و حافظتون یاری میکنه که طراح این نماد رو به ما معرفی کنید و اینکه چه سرنوشتی این نماد داشته تا مرغ کانون و چرا اصلا این مرغ، چرا این طرح؟ اون مرغ زیبا، اون مرغ بسیار زیبا، سمبل رهایی، آزادی، پرواز، این بهترین آرم بود که کانون میتونست داشته باشه. آرم کانون به مسابقه گذاشته شد در ابتدای امر، در همون اوایل سال 1144، و در این مسابقه عده زیادی از طراحان و نقاشان شرکت کردند و در نهایت سه طرح برنده به اصطلاح جایزه اول و دوم و سوم شد که همون اولیش مرغ کانون بود که روی یک کتاب باز نشسته بود. اما اگر الان نگاه بکنید آرم کانون و اون کتاب زیر پاش نیست. علتش این بود که کانون اصلا با کتاب شروع شد، ولی بعدن چون عملا به مراکز فرهنگی هنری تبدیل شد، هر کتابخونه ای با وجود تمام فعالیت های هنری که توش انجام می شد، آموزش هایی که بچه ها می دیدن، فیلم می ساختن و تئاتر می ذاشتن، اینها نقاشی ها غیر و غیر، این کتاب برداشته شد که فقط کانون مربوط به کتاب خالی نیست، یعنی تمام فعالیت هاست و اصل رهایی و پرواز. آقای سماکار، بیاد میارید که این کتاب در چه سالی حذف شد از آرم کانون؟ من فکر کنم در سال 49، 48، 49 این تغییر کرد. و البته اون برنده اون طرح هم آقای محمودی بودن که نقاش و طرح خیلی معروفی هم هستن. بسیار عالی. هم در همین دوران کسان دیگری هم مثل مرتضی ممیز یا بسیاری از چهره‌هایی که بعدها به نام‌های ماندگار حوزه طراحی، حوزه کاریکاتور، حوزه فیلمسازی تبدیل می‌شد، از همین کانون شروع به کار می‌کنند. حالا چه در مقام کارکنان و مربیان کانون، چه در مقام کسانی که در کانون آمدن تا رشته‌های هنری رو فرا بگیرند. آیا نظارتی یا مثلا اداره‌ای، دایره‌ای به عنوان نخبه پروری در کانون وجود داشت؟ مطلقا کانون محل، میدونید یکی از مشخصات مدیریت خانم امیر ارجمند که من دوست دارم راجبش صحبت بکنم، چون خود ایشون هرگز صحبت نکردن راجب خودشون در این مصاحبه ها، این شانس دادن به افراد بود که بیان تجربه کنن، چون قبل از این وجود نداشت این کارا. فیلم کودکان وجود نداشت در ایران، کتاب کودکان به اون معنی چهار تا مثلا انتشارات گوتنبرگ رو می‌آوردن در ایران مثلا، یا
چند تا قصه های مرحوم صبحی و اینا، اونطور کتاب های چیزی که وجود نداشت. خب باید تجربه میکردن و این شانس داده میشد به افراد. بسیاری از کسانی که امروز بهترین فیلم ساز هستن در سطح بین المللی ایرانی، اینا از کانون شروع کردن. اولین فیلمشون رو در کانون ساختن. من شاید بد نباشه بگم آقای کیارستمی که الان خیلی مشهور هستن در زمینه سینما، اولین کارشون رو در کانون کردن. هیچ سابقه نمایشی به اصطلاح سینما گری ایشون نداشتن. خب این شانس رو دادن بهشون که این کار رو تجربه بکنن و کردن و خوب هم شد. به آدم های دیگه، اشخاص دیگه، طراحان دیگه، آقای مسقالی، آقای زرینکل و غیره، آقای علی اکبر صادقی که یکی از سناریوهای خود من رو فیلم کرد، فیلم گلباران، کارگردان شرکت طراحی، اینها بسیار بسیار آدم های موفقی شدن بعدن و البته طراح و نقاش های خوبی هم بودن، ولی در زمین سینما در کانون کار اینها شروع شد و شکل گرفت و گسترش. آقای سماکار، شاید همین پیشرفت و توسعه است که پروژه برگزاری روز سال جهانی کودک در سال 1980-1359 که متاسفانه با وقوع انقلاب معطل موند، به کانون از طرف دولت وقت ایران و البته از طرف سازمان ملل به ایران، اگر اشتباه نکنم میشه در مورد این رویداد، یعنی خیز بزرگ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای برگزاری سال مراسم سال جهانی کودک در ایران هم توضیح مفصل تری بدید که ما در جریان قرار بگیریم. بله، سال جهانی کودک تصرف میکنیم به پیشنهاد یونیسف و تصویب سازمان ملل برای سال 1980 به ریاست عالیه اولوحضرت شهبانو ایران به ایران محول شد. یعنی برگزاری مراسم گرامی داشت سال جهانی کودک رو سازمان ملل به ایران واگذار کرد که ایران این کار رو زیر نظر شهبانو ایران انجام بده. دقیقا همینطوره. بزرگ داشت که نه، خود سال جهانی اصولا قرار بود که صدها نفر از تمام کشورهای دنیا، کودکان البته و نوجوانان، بیایند در کانون و در کانون هم از تمام شهرستانها صدها نفر رو جمع بکنیم و اینها با هم آشنا بشن. بعد برنامه های بازدید اینها از شهرستان های مختلف، از آثار تاریخی فرهنگی ایران، هنری و غیره انجام بشه. خب این یک برنامه خیلی مفصلی بود که اولیازد کانون رو مسئول برگزاری کردن و به دستور خانم ارجمند یک کمیته تشکیل شد از به اصطلاح معاونین وزرا یا به اصطلاح مدیران ارشدشون در کانون که بنده به اصطلاح حضور داشتم در اون کمیته و عملا هدایت میکردم و این کمیته بررسی میکرد، برنامه ریزی میکرد برای تمام کارها که بعد اگر تصویب بشه توسط خانم ارجمند و اولیازد انجام بدیم. ها طبعا در کنار این برنامه ریزی ها هزینه ها هم مطرح می شود که ما خب چه هزینه، چه جوری باید این هزینه های این کار رو تأمین بکنیم، چون قرار نبود که سازمان ملل چیزی در این رقمی در این باره بپردازه. خب هر یک از این سازمان ها، وزارتخانه ها، دولتی، تا اونجا که در ربطی ربط به کارشون داشت کمک هایی رو پیشنهاد کردن یا قبول کردن، مثلا وزارت آموزش و پرورش، شرکت نفت، وزارت فرهنگ و هنر، هواپیمایی ملی ایران برای نقل و انتقال این بچه ها، راه آهن ایران، شرکت های اتوبوسرانی تهران و شهرهای دیگر و خلاصه تمام نهاد هاست، خود سازمان برنامه و غیره. و ما تمام این کمک هایی که جمع کردیم رقم خیلی قابل توجهی شد، ولی هنوز ما 50 میلیون تومان کم داشتیم. که این موضوع رو خانم امیرجان با مسلم که اولیازد یا الازد در میون گذاشته بودن و
اعلیحضرت دستور داد به ارتش که از بودجه خرید اسلحه 50 میلیون تومان برای برگزاری سال جهانی کودک به کانون داده بشه. و این پول اولین پولی بود که رسید به ما، منتها دو سه ماه مونده به اون ماجرای 57 به اصطلاح بهمن 50 یا انقلاب یا هر چی که اسمش هست. وقتی رسید این پول به ما که مملکت در آشوب بود، عملا 17 شهریور هم گذشته بود حتی، خب این 50 میلیون رو ما با چیکارش میکردیم؟ هنوز هم هیچ دفتر دستک حسابداری برای سال جهانی کودک باز نشده بود، قرار بود که باز بشه. خب من این چک رو هم به اسم خانم امینرجان فرستاده بودم، نه به اسم کانون یا جایی دیگه. خب ما برای اینکه این پول از بین نره، چون معلوم نبود که فردای اصلا قابل رسول باشه، این چک رو رفتم من گرفتم، من شخصا خانم امینرجان امضا کردم به من دادن، اطمینان داشتم من کاملا. من هم رفتم این چک رو گرفتم، 50 میلیون تومان نقد، و با اون پول 50 برگ اوراق قرضه 1 میلیون تومانی دولت رو خریدم و در یک گاوصند در صندوق امانات بانک ملی به امانت گذاشتم. خب این گذشت، دو سه ماه بعدم دیگه شلوغی به اوج رسید و انقلاب شد و تمام شد، و این پول همچنان اونجا سر جاش هست توی صندوق. بعد از انقلاب طبعا آقایونی که الغارهای مغول کرده بودن اومدن ما را هم منتظر خدمت کردن، و یعنی یک اتاقی در یکی از طبقات کانون برای چند نفر از مدیران کانون که منتظر خدمت شده بودن تا تکلیفشون روشن بشه نشوندن. ما چند ماهی تو اتاق بودیم صحبت میکردیم با هم. من شنیدم که این آقایون گویا به حساب‌های بانک ملی، چک‌های بزرگی که در بانک ملی در اواخر قبل از انقلاب نقد شده بود و اینها دسترسی پیدا کردن، از جمله اون چک 50 میلیونی، و شایع کردن که خانم، چون خانم ارجمند امضا کرده بود، این پول رو با خودش برداشته و برده. اون موقع آقای خرازی بود، آقای خرازی که بعداً شد وزیر امور خارجه و نمیدونم سفیر فلان اینها، مدیر عامل کانون شده بود. من رفتم پیش ایشون و گفتم که همینطور پرسیدم، گفتم شما مسلمانی؟ جا خورد یعنی چی فلان. گفتم که این شایعات چیه در میارید راجع به خانم ارجمند 50 میلیون تومان اینها؟ گفت نه اینا سند هست و فلان هست و ربطی به من هم نداره فلان اینها. گفت آخه شما از کجا میدید که ایشون برده این پول؟ گفت خب پس کجاست این پول، چی شده اینا؟ گفت پول پیش منه. بیشتر حیرت کرد، اصلا جا خود یه جورایی. حالا از اینا ما در خدمت دستگاه بودیم دیگه، از یه طرف به ما میگفتن چپی، کانون چپیه، از راستی ها ما میگفتن اون چپی ها وقت میگفتن در خدمت رژیم هستیم، و اصلا یه جوره وضعیت داشت. کانون سیاسی نبود اصلا، اما آدم های سیاسی توش بودن شکی نیست. اصلا این رسم روشنفکری در آن زمان بود که همین که پسر دختر جوان پاشو میذاشت دانشگاه، بلا فاصله چپ میشد. یه حالت عمومی رو من دارم عرض کنم، حالا بعضی ها نبودن داستان دیگه، سال اکثریت بی حالت. اگر چپ اون بود که خب به هر حال همه چپ بودن یه جورایی، اینی که از کلاس 6 دبیرستان بیشتر خونده بود خواهی نداره. این 50 میلیون رو بعد به من گفت خب چیه حالا اینها و خاطر نمیدین رو؟ گفتم مثلا شما رو من قبول ندارم، همینطور شما چی هستین اومدین اینجا؟ این مال سال جهانی کودک، و سال جهانی کودک هم سال 1980، هنوز یه سال نیمه دیگه مونده، یه سال دیگه مونده.
ایشون خیلی 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 به تمنا و التماس گفتم من نمیدم این پولو، به هر حال من مسئول نگه داشتن این هستم و بعد به مصرف خودش برسه. بعدن ایشون رفتن از آقای مرحوم بازرگان که رئیس شورای انقلاب بود اون موقع، یک نامه ای برای من آوردن، یعنی فرستادن آوردن برای من که تمام وجوهی که مربوط به کانون یا هر چی که شما در اختیار دارید به کانون بپردازید بلا مانع است. که خب طبعا من که دیگه نمیتونستم بیشتر از این در میفتم، من گفتم خب این پول این کلید اون صندوقه و برید ببینید که من تمام این 50 میلیون اوراق قرضه رو به نام کانون پرورش خریدم نه به اسم خودم. آقای سماکار، پاک دستی بسیاری از کنشگران و فعالان در عرصه های گوناگون در پیش از انقلاب ثمرش رو در بذری که کاشتن نشون داده. وقتی که در کمتر از 13 سال مجموعه کتابخانه های کانون به بیش از 200 مورد افزایش پیدا میکنه یا در فضاهای گوناگون و در عرصه های مختلف فعالیت میکنه و از بودجه 10,000 تومانی تا بودجه 500 میلیون تومانی افزایش بودجه داره و این رشد و توسعه رو میشه دید، به هیچ تردید قبل از هر چیزی بایستی به پاکدستی مدیران کانون و هر ارگانی که چنین رشد و پیشرفت و توسعه همزمانی رو داره سهه گذاشت. بحث ما متاسفانه به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم، ولی بحث با شما بحث نیمه کاره ای ماند. فکر میکنم هنوز گفته های بسیاری درباره کانون، فضای داخلی کانون، مجموعه تفکرات، تضادها، همنشینیها، دوستیها، همگراییهایی که در کانون وجود داره، زمینه‌های انقلاب و کانون و خصوصا نخستین ماه‌های بعد از وقوع انقلاب 1357 خورشیدی در ایران که کانون رو تا سر حد تعطیلی برد، ولی باز می‌بینیم خوشبختانه حالا به نوعی و از منظری وقتی آدم نگاه می‌کنه که نوع تفکر حاکم امروز در ایدئولوژی سیاسی کشور چیست جای تأسف داره. به هر حال اگر می‌خوام از شما اجازه بگیرم، اگر اجازه بدید ما هفته دیگه همین برنامه رو همچنان با شما داشته باشیم و ابعاد مختلف بیشتری از فعالیت‌های کانون خصوصا در سال‌های پایانی دوره زمامداری نظام پادشاهی در ایران و نخستین ماه‌های بعد از انقلاب رو بیشتر با شما باز کنیم. خوشحال میشم که این کار رو انجام بدیم و در خدمتتون هستم. من سلام میکنم دوباره به تمام بچه‌های کانون، چون هایی که عضو کانون بودن از جمله خودشون و چون هایی که در کانون کار میکردن که امروز همون اعضای کوچک کانون امروز مردان بزرگ و زنان بسیار شکفته‌ای شدن از نظر فرهنگی، هنری و ادبی. ممنونم جناب آقای حسین سماکار از مدیران ارشد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از بدو تأسیس تا وقوع انقلاب 1357 خورشیدی در ایران و امید که در برنامه آینده دوشنبه هفته آینده ادامه این بحث رو در همین برنامه با آقای سماکار استمرار بدیم و از شما هم که تا این لحظه بیننده زمان انتخاب بودید سپاسگزارم. بی هیچ